کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تاریخ مشروطه. برآمده از حوادث و رویدادهای پیش و پس از انقلاب مشروطه. اثری پژوهیده و بسیار گرانقدر از احمد کسروی. احمد کسروی نویسنده، دگراندیش، ادیب و مورخ قرن 13 و 14 شمسی. صفحه 171. بیرون کردن میر هاشم و امام جمعه از تبریز. به تبریز باز می گردیم. گفتیم مردم آرام نمی گرفتن و سران جنبش پوشش هایی می نمودن. در این میان میر هاشم رفتار شگفتی می نمود. این مرد که پیش نماز گوشه‌گیری می بوده، اکنون به نام آن که من پیشگام شده و تکانی پدید آوردم، به آرزوی سروری افتاده، به همگی چیرگی می نمود. چنان که گفتیم هنوز از روزهای بسک نشینی این بدرفتاری از او نمایان گردید، زیرا هر زمانی که می آمد گروهی از سیدها و جوانان دوچی را با تپانچه ها به کمر به پیش و پس خود می انداخت و چنان راه می رفت که تو گفتی بیگلر بیگیست. صندوق اعانه که برای در رفت بسک نشینان برپا گردیده بود، این آن را گنجینه خود پنداشته برات ها می نوشت. در تنهایی کنسول را دیده به دیگران ارج نمی گذاشت. پس از بیرون آمدن از بست بدرفتاری بیشتر گردانیده و خود به تنهایی به دیدن ولیعهد می رفت و با او به گفتگو می نشست. این کار او مایه بدگمانی شد و به زبانها افتاد که میر هاشم پول از ولیعهد گرفته و به او زبان داده که به برچیدن دستگاه جنبش کوشد. چنین گفته می شد. به ولیعهد گفته کسی که شتر را بالای بام برده همو تواند پایین آورد. از کوتاه اندیشی جنبش را که نتیجه کوشش های صدها مردان می بود پدید آورد، خود پدید آورده خود می شمرد و به خوابانیدن آن امید می بست. آزادی خواهان سخت رنجیدند، ولی به پاس مردم دوچی و از ترس تپانچه پیرامونیان میر هاشم سخنی نمی یارستند. تا روز 23 مهر 27 شعبان که نشست انجمن برپا گردیده بود، میرزا حسین واعظ رو به نمایندگان پیشوران گردانیده، بی آنکه نام میر هاشم را برد، به شمردن بدرفتاری های او پرداخت و نکوهش ها نمود.
لکن در آن میان که وی سخن می گفت، میر هاشم با دسته خود رسید و به انجمن در آمده بنشست. پس گفته های میرزا حسین دریافت که نکوهش از کارهای او کرده می شود و با میرزا حسین پرخاش نمود و در این میان برادران و کسان او به درون ریخته میرزا حسین را بسیار زدند. دیگران یا گریخته یا از ترس خاموش ایستادند. این پیش آمد به آزردگی مردم افزود. فردا یک دست از آزادی خواهان در مسجد گرد آمده و بازار را بندانیدند و ملایان و دیگران را به آنجا آورده بیرون رفتن میر هاشم را از شهر خواستار گردیدند و پافشاری نمودند. میر هاشم ایستادگی نیارست از شهر بیرون گردید و آهنگ تکران کرد. این آسیب نخست بود که به جنبش تبریز رسید، زیرا در سایه آن مردم دوچی که در شماره بسیار و در کوشش و تلاش دلیر و پافشار می بودند و گام نخست را در راه جنبش آنان برداشته بودند، بیشترشان خود را کنار کشیدند و کم کم به دشمنی برخواستند و خواهیم دید که از این دو تیرگی چه زیان ها برخواست. در این میان نظام نامه انتخابات و دستور آن از تهران رسیده بود. چنانکه دستور نظام نامه بود، 6 تن را برای نظارت برگزیدند که در حیات انجمن جا گیرند و کار برگزیدن را روان گردانند. محمد علی میرزا نیز از سوی خود اجلال الملک را برگماشت و چون رمضان فرا رسیده بود و روزها کار کردن سخت بودی، چنین نهادند شبها انجمن را باز کنند. در این روزها روزنامه‌ای به نام انجمن برپا گردید که شماره 1 آن روز شنبه 27 مهر 1 رمضان بیرون آمد. در همان هنگام باز داستانی پیش آمد و آن بیرون کردن حاجی میرزا کریم امام جمعه از شهر بود. این مرد را گفتیم پیش از مشروطه دستگاه فرمان روایی می داشت. هر زمان که بیرون آمدی 100 تن کما بیش سید و طلب و نوکر از پیش و پس از سر او راه رفتندی. گفتش در همه جا پیش رفتی، خانهش بست بودی که هر که پناهیدی ایمن گردیدی. میتوان گفت پس از محمد علی میرزا بزرگترین فرمان روایی در تبریز او را می بود. داستان دیه‌داری و انبارداری او را نوشتیم. چنین کسی چگونه برتافتی که گردن به قانون گذارد و با دیگران یکسان باشد؟ چگونه برتافتی که مردم بیدار گردند و به کارهای زندگی پرداخته و پروای او و دستگاهش ننمایند؟ روزهای نخست که به مسجد سمسام خان آمد از ناچاری بود. آن روز معنی درست پیش آمد و نتیجه آن را نمی دانست، ولی سپس که دانست کار خود را سخت می دید و به جای آن که به نیکی‌هایی برخیزد و جا برای خود میان توده باز نماید، به این اندیشه افتاد که با دادن پولی سخنگویان واعظان را بفریبد و به سوی خود کشد و 300 تومان پول به میرزا جواد ناطق ناصح‌زاده داد که رصدی خود بردارد و رصدی به دیگران دهد. ناطق پول را به صندوق انجمن داد و پرده از روی کار امام جمعه برداشته شد و شب یک شنبه 28 مهر 2 رمضان آزادی خواهان در حیات انجمن گرد آمدند و داستان را عنوان کرده و جوش و خروش نمودند و بدیهای امام جمعه را یاد کرده بیرون کردن او را از شهر خواستار شدند و چنین گفتند: اگر بیرون نرود فردا ما خود او را بیرون خواهیم کرد. سران انجمن با دست اجلال الملک چگونگی را به ولیعهد گفتند و ولیعهد دستور فرستاد که امام جمعه فردا در شهر نماند و بیرون رود. فردا امام جمعه بر منبر رفت و خواستش این بود که با گفتن سخنانی مردم را از سهش باز نشاند که به ماندنش در شهر خرسندی دهند، ولی نتیجه از این کار به دست نیامد و او ناگزیر شد از شهر بیرون رفت. ولی چون در باغ وزیر در نزدیکی شهر می نشست و چنین گفته می شد کسانی به نزد او رفت آمد می دارند و به زیان آزادی گفتگو می کنند و از این سوی در شهر پسرش حاجی بیوک آقا جانشین پدر گردیده و با پیرامونیان انبوه و شکوه بسیار به مسجد می آید، روز شنبه 14 آبان بار دیگر آزادی خواهان بشوریدند و بازارها را بستند و هیاهو برپا کردند. انجمن باز چگونگی را به ولیعهد باز نمود و ولیعهد فراش باشی خود نیر السلطان را فرستاد که برود و امام جمعه را از پیرامون شهر دور گرداند. نیز دستور داد که پسر او به مسجد نیاید. امام جمعه به غزلجه میدان که در 4 فرسخی تبریز و بر سر راه تهران است رفت و در آنجا که دیه خود او
می بود نشیمن گرفت. از این سو کسانی از مردم رفتند و میرزا غفار آقا را که دارنده پیشین مسجد بوده و امام جمعه بازور از دستش در آورده بود به مسجد آوردند که نماز بگذارد. نخستین نبرد با محمد علی میرزا. کار برگزیدن نمایندگان پیش می رفت. هر گروهی طبقه به نوبت خود نمایندگان خود را برمی‌گزیدند. از آن سوی چون روزان در میان و مسجدها برپا می بود، واعظان مشروط فرصت به دست آورده در منبرها سخن از مشروطه و کشور می راندند. شب 13 آبان 17 رمضان بار دیگر شور و خروش برخاست. از روزی که تلگراف از شاه رسید و مشروطه آشکار شده بود، محمد علی میرزا همراهی نشان می داد و چنان که نوشتیم هر روز درخواستی که انجمن می کرد می پذیرفت. ولی این نشان پاک دلی او نمی بود و همیشه پی فرصت می گشت که به جلوگیری کوشد. این بود چون کار برگزیدن نمایندگان به پایان رسید، پیام فرستاد که دیگر انجمن را برچینند، زیرا انجمن نظارت کارش را انجام داده و انجمن دیگر که آزادی خواهان خود پدید آورده بودند بنیادی از قانون نمی داشت. از این پیام انجمن نشینان که بیشترشان از ملایان و بازرگانان می بودند بیم کرده و فرمانبرداری نمودند و انجمن را رها کردند. ولی آزادی خواهان یا بهتر گویم مجاهدان خرسندی ندادند و چون آن شب انجمن نشینان و دیگران در خانه حاجی میرزا حسن مجتهد برای افطار میهمان می بودند، اینان آهنگ آنجا کردند و به هنگامی که نیر السلطان فراش باشی ولیعهد نیز می بود رسیده و با مجتهد و دیگران به گفتگو پرداخته، از رها کردن انجمن بازخواست نمودند و داستان پیام را پرسیدند. مجتهد پاسخ داد چنین پیامی رسیده و راست هم هست، تا رسیدن قانون اساسی نباید انجمنی باشد. اینان گفتند ما نخواهیم گذاشت انجمن بسته شود، ما چیزی را که گرفته ایم از دست نخواهیم داد. از این گونه سخنانی گفتند. به خواهش مجتهد نیر السلطان با تلفن با محمد علی میرزا گفتگو کرد. محمد علی میرزا باز همان سخن را گفت. مجاهدان همین که این را شنیدن به یک بار شور و خروش نمودن. چون دسته انبوهی در حیات می بودن، یکی در بلندی ایستاده چنین گفت: مردم، اینان می خواهند انجمن را ببندن که پس از بسته شدن آن ناچار واعظان خاموش کردن و کم کم خونهای ما سرد شود و آنگاه باز چیره گردیده و بیارند بر سرهای ما آنچه می خواهند. ولی آن سبو بشکستان پیمانه ریخت: تا یک تن از ما زنده است از آزادی دست بر نخواهیم داشت و اگر تهرانیان هم رها کنند ما خود به تنهایی در نگهداری این دستگاه خواهیم کوشید. به این گفته ها باشندگان با زنده باد مشروط خواهان و زنده باد آزادی طلبان و با شور و فریاد پاسخ دادند. هیاهویی که تا آن روز در تبریز مانندش دیده نشده بود برخاست و سخنانی که تا آن روز در ایران گفته نشده بود بر زبان ها آمد. آشکاره باز نمودند که اگر به جنگ و خونریزی هم برسد از ایستادگی نخواهند برگشت. دیرگاه این نمایش در میان می بود. نیر السلطان دوباره با محمد علی میرزا با تلفن گفتگو کرد و چگونگی داستان را بدانستم که دیده بود به او باز نمود. پاسخ داده بود ما خواستیم تا آمدن قانون اساسی انجمن نباشد. کنون که نمی پذیرند چنان که می خواهند رفتار کنند. از این پاسخ مردم شور و خروش کم کردند و از آن سوی با پیشنهاد نیر السلطان محمد علی میرزا دست خطی نوشت که انجمن همچنان برپا باشد و یک دن نیز از سوی او برای به کار بستن دستورهای انجمن باشد. نیر السلطان خود دست خط را برداشته آورد. مردم گفتند می باید همین شبانه آقایان را به انجمن ببریم و در زمان پانوس ها را روشن کرده و مجتهد و دیگران را پیش انداخته. با شور و خروش شادی به انجمن آمدند و به نام فیروزی خانهای شیرینی از بازار آورده آن گروه انبوه که بیش از 1000 تن می بودند همه را شیرین کام گردانیدند. دست خط را اینجا می آوریم. انجمن ملی تبریز کماف سابق برقرار بوده و یک نفر مأمور به تصدیق اجزای انجمن از جانب حضرت اقدس معین و در انجمن حاضر خواهد شد که اعضای انجمن در امورات جزئی و کلی ملت هرچه حکم نمودند به موقع اجرا گذارده و کارگزاران حضرت والا در اجرای تمام احکامات انجمن ملی تقویت خواهند نمود. 17 رمضان المبارک 1324. این نخستین نبرد محمد علی میرزا و آزادی خواهان تبریز بود.
چنانکه گفتیم کربلای علی موسیو و حاجی رسول صدقیانی و حاجی علی دوافروش به هم دستی 9 تن دیگر انجمن نهانی به نام مرکز غیبی پدید آورده بودند و خود رشته کارها در دست آنها می بود. در بیرون حاجی میرزا حسن مجتهد و دیگر ملایان و برخی بازرگانان در انجمن نشسته و سر رشته دار شمرده می شدند، ولی آنان را آن شایندگی نمی بوده و در نهان رشته جنبش را آن انجمن نهایی می داشت و داستان بیرون کردن میر هاشم و امام جمعه و جلوگیری از بسته شدن انجمن همگی از ایشان می بود. آنان نیک می دانستند که خودکامگی از میان نرفته و تنها نام مشروطه نتیجه را در بر نخواهد داشت و باید نیرو بسیجید و برای نبرد آماده گردید. نیک می دانستند که اگر مردم را به خود رها کنند کم کم سست گردیده و جوش فرو خواهند نشست و این بود هر زمان بهانه دیگری پیش آورده آنان را به تکان وامی داشتند و با خودکامگی نبرد را رها نمی کردند. در تاریخ مشروطه برخی داستان‌های ارجداری هست و کسانی شایندگی و کاردانی نیکی از خود نشان داده هند. یکی از آنها داستان همدستی دو سید و پدید آوردن جنبش تهران است که ما نوشتیم و از هر باره در خورش ستایش است. دیگری همدستی این ستن نام برده و همراهان ایشان است که جنبش تبریز را با هوش و کاردانی بسیار پیش بردند و دسته مجاهدان را پدید آوردند. کارهای اینان نیز همه ارجدار و در خور ستایش می باشد. این ایستادگی ایشان در برابر محمد علی میرزا و نگهداری از انجمن نتیجه آن را داد که رشته کارهای همه آذربایجان به دست آزادی خواهان افتاد و محمد علی میرزا سپر انداخت و ناگزیر شد به کارشکنی های نهانی پردازد. روزنامه های قفقاز پیش آمد های آذربایجان را می پاییدن و هرچه رخ می داد به گفتگو می گذاردن و بسیاری از آنها که یکی هم روزنامه ارشاد می بود جنبش ایران را یک چیز سرسری پنداشته و عجیبان نمی نهادن و گاهی سخنان سردی می نوشتن، ولی این پیش آمد اندیشه آنها را دیگر کرد و همان روزنامه ارشاد داستان را عنوان کرده ستایش ها نوشت. بانک ملی در این میان در تهران دارالشورا نیز به کار بزرگی برخاست و به ارج و جایگاه خود در پیش خیش و بیگانه افزود. چگونگی آن که دولت برای بار سوم آهنگ وام گرفتن می داشته و در این باره با دولت روس و انگلیس به گفتگو پرداخته و چیزهایی نهاده بودند و روز شنبه 18 آبان حاجی مخبر السلطنه از سوی مشیر و دوره صدر اعظم به مجلس آمد و آن را به مجلس آورد. هنوز بیشتر نمایندگان به تهران نیامده و قانونی برای کشور گذارده نشده، دولت از مجلس هم داستانی با چنان کار را می‌خواست. تو گفتی آن کوشش ها شده و دار و شورا برپا گردیده بود برای اینکه کارهای ریشه برانداز درباریان رویه قانونی به خود گیرد. دو وام پیشین را گرفته و خورده و کنون چشم به راه وام دیگری می‌ایستادند که با هم داستانی دار و شورا بکنند و باز بخورند. مخبر السلطنه نامی از صدر اعظم بیرون می آورد که به او می نویسد شما به مجلس شورا بروید و سوی دولت پیام برید که دولت 20 کرور تومان در درون کشور و بیرون آن وامدار است که می باید بپردازد. برای پرداختن آنها با دو دولت گفتگو کرده و آنها برای دادن وامی به همان اندازه آماده گردیدند و دستور به بانک استقراضی و بانک شاهنشاهی رسیده، ولی باید نمایندگان رأی دهند و آنان را گرفته بیاورند. سپس نسخه پیمانی را که با دو دولت نهاده شده بود بیرون آورد و برای نمایندگان خواند. دو دولت 20 کرور تومان به دولت ایران با سود 37 وام می دادند. به شرط هایی: نخست آنکه دولت ایران جاهایی را که این پول به کار خواهد رفت به دو دولت بنماید. دوم آنکه دولت روس از این وام طلب پیشین خود را کم نکند. سوم آنکه شرط ها همان شرط های دو وام پیشین باشد. چهارم آنکه 4 کرور از این پول را تا رسیدن نوروز بپردازند. پنجم آنکه گروه این وام نزد روس گمرک های شمال و نزد انگلیس تلگراف خانه و پست خانه باشد. ششم آنکه بازمانده وام هنگامی داده شود که دولت ایران از چند ماه پیش خواستن آن را به دو دولت آگاهی دهد.
مخبر السلطنه می گفت از چند ماه باز ماهانه سفیران و کنسولهای ایران در شهرهای بیگانه و ماهانه سپاهیان و سرکردگان و کارکنان اداره ها در خود کشور پرداخته نشده و به دربار نیز پولی برای در رفت داده نگردیده. برای پرداختن اینها 4 کرور را در بایست می داریم که اگر به زودی نرسد کارها همه خواهد خوابید. از این پیشنهاد هم همه به مجلس افتاد و نمایندگان به 2 دسته شدند. یک دسته هم داستانی نمودند و دسته دیگر که هم داستان نمی بودند خاموش ایستادند. عنوان توهی دستی دولت و اینکه اگر پول نرسد همه اداره ها خواهد خوابید زبانها را می بست. در این میان حاجی معین و تجار کاردانی بسیار نیکی از خود نشان داد و آن اینکه پیشنهاد دولت را نپذیرفت و نسخه پیمان نامه را به دست گرفته یکایک بندهای آن را خوان و زیانهای آنها را باز نمود و سپس دلیرانه چنین گفت: باور من این نیست که این 20 کرور بدهی که دولت میگوید راست باشد، زیرا شاهزاده اتابک عین الدوله همیشه خود ستایی نمودی که درآمد و در رفت دولت را به اندازه هم گردانیده هم و 600,000 تومان هم فزونی می داریم که در نزد تومانیانس است. ما او را تا این اندازه دروغگو و یاوه سرا نشناخته ایم. دولت رویه درآمد و در رفت 3 سال باز پس این را به مجلس برستد تا رسیدگی کنیم. اگر به راستی دولت بدهکار است به گردن توده خواهد بود که آن را راه بیندازد، ولی نه از راه وام گرفتن از روس و انگلیس و آن هم با این شرطهای سنگین که برای 4 کرور پول کشور را به دست آنان سپاریم و آنگاه باشد که ما در رسیدگی به رویه در آمد و در رفت جایی پیدا کنیم که این 4 کرور از آن به دست آید و دیگر نیازی به وام گرفتن از خودی یا از بیگانه پیدا نکنیم. کنون ما کورکورانه نخواهیم توانست درباره گرفتن یا نگرفتن وام رأی دهیم. سپس به یاد وام های پیشین پرداخته و از دولت خواستار گردید که پیمان نامه های آنها را به مجلس فرستد تا دوده از چگونگی آنها نیز آگاه گردد و یک رشته سخنانی هم درباره آنها گفت که همگی آگاهی او را از کارهای دولت میرساند. از این گفته های پرمغز و دلیرانه او حال مجلس دیگر شد و نمایندگانی که با پیشنهاد هم داستان نمی بودند دلیری پیدا کردند و همگی به یک زبان از وام گرفتن ناخرسندی نمودند و بار دیگر هم همه در مجلس پدید آمد. کسانی که از پیش هم داستانی نموده بودند شرمسار گردیده خاموش شدند. مخبر السلطنه چون چگونگی را دید رفت تا به دولت آگاهی دهد، ولی فردا دوباره به مجلس آمد و چنین آغاز سخن کرد: رویه درآمد و در رفت 3 ساله را که می‌خواهید دولت را ایستادگی از آن نمی باشد، ولی از این کار چاره زودی به دربایست‌های دولت نشود. کنون را ما 2 کرور تومان می‌خواهیم که اگر نرسد اداره ها خواهد خوابید. شما یا به این اندازه وام خرسندی دهید و یا خودتان از جای دیگر برای ما راه اندازید و باید تا 3 روز این کار انجام گیرد. نمایندگان از این سخن او سخت برآشفتند و چون دلیر شده بودند باز آوازها به هم انداخته پاسخ دادند: توده نتواند خانه و لانه خود را نزد بیگانگان گرو گذارده، چرا که امیر بهادر جنگ و فلان وزیر و فلان دبیر پول می‌خواهد. از این گونه تندی ها بسیار کردند. حاجی معین باز به سخن در آمد و این بار چنین گفت: دولت از توده است و توده از دولت می باشد، میان این 2 جدایی نیست. اکنون که دولت تا به 2 کرور پایین آمده پیداست که بسیار بی پول است و ما بی باید به آن دستگیری کنیم، ولی با این شتاب که می نمایند هیچ کاری نتواند بود. در 3 روز ما اگر از روس و انگلیس هم خواهیم نخواهیم توانست پول گرفت. مخبر السلطنه گفت: این 2 کرور در بانک ها آماده است و تنها هم داستانی شما را می خواهند که بپردازند. حاجی معین گفت: اگر این اندازه را بی گرو می دهند بگیرید، ولی باید در رفت آن با آگاهی از مجلس باشد. مخبر السلطنه گفت: بی گرو نمی دهند و می باید همان پیمان نامه را دیگر گردانید و این اندازه را از روی همان گرفت. حاجی معین گفت: بدین سان وام گرفتن
اگرچه 100,000 تومان باشد خوب نیست. دولت یا این اندازه را بیگرو بگیرد و خود صدر اعظم بپایند و یا دولت دستور دهد ما بازرگانان به نام خود گیریم و به دولت پردازیم. مخبر السلطنه گفت چون این گونه وام دادن به سود سیاست ایشان نیست نخواهند داد و شما ناگزیر خواهید بود همان شرطها را بپذیرید. بدین سان گفتگو به درازا انجامید. مخبر السلطنه هرچه پافشرد که پیشنهاد را بپذیرانند نمایندگان به ویژه بازرگانان نپذیرفتند و سرانجام چنین نهاده شد که اگر دولت دستور دهد اینان خود بانکی برپا نمایند و سرمایه آن 2 کرور تومان به دولت وام دهند. روز پنجشنبه 23 آبان 27 رمضان چون دانسته شد دولت اجازه داده نمایندگان به گفتگوی بانک ملی پرداختند. بازرگانان که پیشروان ایشان حاجی معین التجار و حاجی امین الزرد و حاجی محمد اسماعیل و ارباب جمشید می بودند به گردن گرفتند که آن را بنیاد گذارند. داستان بانک ملی که سالها یکی از آرزوهای ایران شمرده شدی از اینجا پیش آمد. نمونه سهش های ایرانیان. این پیش آمد در آغاز کار مجلس دو نتیجه نیکی در پی داشت. یکی آنکه مجلس ارج بیشتر پیدا کرد، زیرا درباریان و بیگانگان چنین می‌پنداشتند که ایرانیان چون تازه به تکان آمده اند و آگاهی بسیاری نمی‌دارند، تنها به آن بس خواهند کرد که در درون کشور قانونی باشد و داستان خودکامگی در میان نباشد و مجلس را به چشم همان عدالت‌خانه دیده چنین می‌دانستند که هر چه دولت پیشنهاد کند کوروار خواهند پذیرفت. روی هم رفته گمان اندیشه های سیاسی به ایرانیان نمی بردند. این ایستادگی نمایندگان و آن گفته های پرمغز حاجی معین التجار نادرستی پندار و گمان ایشان را نشان داد و به ارزش مجلس افزود. آوازه این ایستادگی تا به روزنامه های اروپا رسید. پس از آن گفتگوها دولت نومید نشده و باز در آرزوی وام از روس و انگلیس می بود و چند روز پس از آن ناصرالملک وزیر مالیه به مجلس آمد و بار دیگر آن گفتگو را به میان آورد و از نیازمندی و تهیدستی دولت سخن راند. ولی مجلس استوار ایستاد و حاجی معین گفت ما در پی برپا کردن بانکی هستیم، شما نیز در نوشتن نظامنامه و شرطهای آن به ما راه نمایید. ناصرالملک گفت تا 5 سال دیگر این کار شما سامان نخواهد گرفت. فعلا مریض ما گنگنه لازم دارد تا رفع تب شود. بعد از قطع تب به تقویت مزاج باید پرداخت. آقای وزیر اروپا دیده بسیار شتاب می داشت که کشور را گرو گذارده و چند کرور پول گیرد و کیسه های درباریان بی درد و بدخواه را پر گرداند و با گنگنی پول تبهای آز و هوس آنان را فرو نشاند و در برابر چنان مردانگی که یک مشت بازرگان می نمودند به جای آن که آفری خواند و دلگرمی به آنان دهد با ریشخند به نومید گردانیدن ایشان می کوشید. حاجی معین گفت آیا دولت می تواند به 400,000 تومان تا 1 کرور بس کند که ما آن را پرداخته و به اندیشه بازمانده باشیم؟ ناصرالملک پاسخ داد شما خودتان ببینید با این آلودگی ها می توان به 1 کرور بس کرد؟ راستی آن بود که دولتیان با دست های دیگری می جنبیدند و خواستشان بیش از همه گرفته شدن آن وام می بود. این است با پیشنهادهای همراهانه نمایندگان هم داستانی نمی نمودند. حاجی معین دوباره یادآوری کرد که دولت پیمان نامه های وام های پیشین را به مجلس فرستد. نیز ریز در ربط های وامی را که خواسته می شد نشان دهند. ناصرالملک نومیدانه بیرون رفت و چون بازرگانان به کار بانک پرداخته بودند و فیروزانه پیش می رفتند و بهانه برای دربار باز نمانده بود دیگر گفتگوی آن وام گرفتن را به میان نیاوردند. نتیجه دیگر اینکه هر دم میدان یافته اندازه سهش های خود را به همه نشان دادند، زیرا از روزی که گفتگو به میان آمد انبوه مردم از توانگران و کمچیزان خوشنودی ها نمودند و همراهی نشان دادند. سپس چون بازرگانان زمینه آن را آماده گردانیدند بدین سان که سرمایه آن را 30 کرور تومان گرفتند که هر کسی از 5 تومان تا 50,000 تومان سهم تواند داشت و نظام نامه آن را نوشته برای دستینه شاه فرستادند و چند حجره بازرگانی را برای گرفتن پول از مردم شناسانیدند، مردم به رو به آنجاها آوردند
و پول پرداختن آغاز کردند. توانگران که پولهایی می پرداختند به جای خود، کم چیزان از همبازی باز نمی ایستادند. طلبه ها نشست برپا کرده و پول از میان خود گرد آورده و می فرستادند و گفته می شد کسانی کتابهای خود را فروخته و پول بسیجیده اند. شاگردان دبستان ها همین کار را می کردند. زنان گفتگو از فروش گوشوار و گردنبند به میان آوردند. روزی در ایران چرا از خارج قرض می کند؟ مگر ما مرده ایم؟ من یک زن رخت شوری هستم، به سهم خود یک تومان می دهم. دیگر زنها نیز حاضرند. از این گونه نمایش ها بسیار روی می داد. ملایان که به چنین کارها کمتر در آمدندی، آنان هم همراهی می نمودند. حاجی شیخ فضل الله 200 تومان به گردن گرفت. حاجی میرزا ابوالقاسم امام جمعه که چنان که گفتیم به دشمنی با مشروطه شناخته گردیده و میان مردم بدنام شده بود، فرصت یافته به مجلس نامه‌ای نوشت و همراهی با توده نموده 5000 تومان به گردن گرفت. راستی را مردم تکان خورده و دلها پر از سهش گردیده بود و انبوه مردم با امید و آرزوی سرشاری به کار برخواسته میخواستن نیک شوند و به پیشرفت و نیرومندی کشور کوشند و در سایه این جنبش و تکان همگانی خودخواهی ها و هوس ها در دلهای کسانی ناتوان گردیده و اینان نیز خواه و ناخواه به همراهی میگراییدند. جز از درباریان کهنکار تیره درون کمچنان میستادن، دیگران همگی تکان خورده بودند. اینها در تهران بود. برای همبازی شهرهای دیگر بازرگانان بنیاد گذار به تلگراف خانه رفتند و بازرگانان آنها را به تلگراف خانه خواستند و با هر دسته جداگانه گفتگو کردند و از همگی نوید همراهی شنیدند. تبریزیان درباره بانک همراهی نشان داده، ولی درباره وام دادن به دولت به پاسخ سنجیده دیگری برخواستند که خواهیم آورد. گذشته از شهرهای خود ایران، از قفقاز و هندوستان استانبول ایرانیان همراهی نشان دادند تا چندی در همه جا گفتگوها و کوشش ها می رفت و ما نتیجه را خواهیم آورد. در این هنگام در مجلس گفتگوی نظامنامه اساسی، قانون اساسی نیز در میان می بود. نسخه ای را که آماده گردانیده و برای دستینه شاه فرستاده بودند، بازگردانیدن آن را خواستار می شدند و چون درباریان ناخوشی شاه را بهانه کرده و آن را نگه داشته و باز نمی فرستادند، مجلس ناگزیر می شد پیاپی یادآوری کند. نمایندگان شهرها یکی یکی می رسیدند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید.